بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما در باب حدیث دهم چهل حدیث حضرت امام بود که فرمودند یکی از اون عیب‌های بر نفس انسان این روایتی که دو تا عیب رو مطرح کرد، یکی طول عمل و آرزو رو و یکی هم در باب تابع بودن و پیروی کردن از هوای نفس. قسمت اولش رو که ما توضیح دادیم، این بخش آخر رو از فرمایش حضرت امام در باب تعدد هوای نفس عرض میکنم. یه نکته که اینجا هست، حالا با روایتش صحیح باشه یا نه من به سندش عرض نمیکنم، ولی دلالتش درسته. میفرماند که یه روز پیامبر اسلام به جناب ابوذر فرمودند که صراط مستقیم یکیه، بعد با اون عصاشون روی ریگ‌های بیابون یه خطی کشیدن، گفتن این صراط مستقیم، اما راه‌های اشتباه خطای دیگه کشیدن، گفتن اینا همه باطل. بنابراین در موقعی که بحث از حق می‌کنیم، حق همیشه یه دونه است، چه ما بهش برسیم چه بهش نرسیم، اما باطل بی نهایته، هوا بی نهایته، تعدادش رو نمیشه شمارش کرد. بنابراین وقتی ما داشتیم در مورد عقل مبرهن در اون حکمت نظری یا حکمت عملی بحث میکردیم، چه در امور مسائل فلسفی یا مبانی مسائل فلسفی، یه گزار حقه، اون گزاره یه دیگه قطعاً باطل میشه، نمیشه هر دو حق باشه. فرض کنیم وقتی بحث میکنیم که آیا اصالت با وجوده یا با ماهیت، وقتی شما میگید آقا اصالت با وجود صحیحه، این واقع رو کشف کردید، یعنی اصالت غیر وجود باطله. حالا این اصالت غیر وجود چون موضوع بحث ما در مورد وجود و ماهیت بوده، میگیم آقا اصالت ماهیت باطله، اصالت هر دوتا باطله، این که هیچ کدوم اصیل نیستن اونا هم باطلن، چون وقتی گفتید اصالت وجود صحیحه یعنی بقیه گزارا باطلن. حالا یکی اومد گفت اصلا نمیدونم اصالت کذا، دیگه از این حرفای علکی الحمدلله زیاد زده میشه، یکی نم قائل به اصالت چیه. البته امکان داره در امور دیگه‌ای غیر از بحثای فلسفی شما حرفای دیگه بزنید در جای خودش قابل بحث باشه، ولی در نظام مبادی پایه و بنیاد فلسفه این حرفا یک مجموعی از خزعبلاتی که هر کی دلش بخواد میتونه بگه. حالا یه فیلسوف بزرگ و مشهوری هم باشه بنیادن باطله، چون فقط یک مطلب حقه و نقیزش که غیر اونه کلن باطله، حالا میخواد یه نظر باشه میخواد صد تا نظر باشه. یا مثلا وقتی که ما میگیم در یکی از مسائل فلسفی میگیم واجب الوجود بذات که مستجمع جمعی کمالات، عدم درش راه نداره، این واحد است، صرف الوجود است، یه همچین گزاره رو میگیم. یعنی وقتی که میگید واحد است، معناش اینه که غیر این گزاره باطله. حالا غیر این گزاره میتونه بگه خدا اصلا نیست، میتونه بگه خداوند چند تاست، فرقی نمیکنه، حالا بگه دو تا، سه تا، صد تا، همش باطله. تازه یک مورد از گزاره‌ها قطعاً مطابق واقع است که شما بر اون برهان اقامه میکنی، برای بقیه دیگه برهان اقامه نمیشه، بلکه مغالطه است. اونا دیگه اسمش برهان نیست، اونا مغالطه است، یعنی شبه برهانه. اونجا نیازه که ما منطق قوی داشته باشیم، عقل خوبی داشته باشیم، بریم کار کنیم، متوجه بشیم این آقایی که داره این حرفو میزنه کجای داستان اشتباه کرده. پس
واقعیت یکیه و در یک گزاره بیان میشه، غیر از اون باطله اگرچه هزاران گزاره باشه، حالا هر چی که خوردریزش باشه فرقی نمیکنه. ما در مورد مسائل حکمت عملی هم این همین داستانو داریم. یعنی وقتی شما میگید عدالت خوب است، یعنی تمام گزاره های دیگر رو قبول کردید که باطله. حالا هر نوعی از باطل بیان بشه فرقی نمیکنه، امکان داره باطل نقش و نگاراش عوض بشه، ولی هر نحوی که عدالت غلط در اومد اون باطله، میشه یه نوع ظلمی. حالا یک قول مشهوری داریم، مثلا میگه ظلم علی السویه عدله. این یعنی چی؟ یعنی اگر یه کسی بیاد الان دونه دونه تو سر ما بزنه ولی بزرگ و کوچیک رو رعایت نکنه، عالم و جاهل و ثروتمند نمیدونم مستضعف رعایت نکنه، بگه نه هر کسی که میخواد از این خیابون عبور کنه من یه دونه میزنم تو سرش، میگه آها ببین چه آدم عادلیه، چون ظلم میکنه ولی در ظلمش انصاف رعایت میکنه، چون به همه ظلم میکنه. مثل یک مغازه داری به پیر و جوون و خرد و کلون گرون فروشه کم فروشه، میگیم یعنی آدم خوبی ها، خیلی مرد عادلیه. میگین چرا عادله؟ میگه خب ببین حاج آقا هم اومد به اونم گرون داد، اون رئیس اداره بود اونم بهش گرون داد، اون کارمند بود اونم مستخدم اداره بود اونم آبدارچی بود، ببین چقدر آدم خوبیه، به همه از دم تا دم ظلم میکنه. یا مثلا قاچاقچی مواد مخدره ولی از اونایی که در مواد مخدر به همه یکسان مواد رو میرسونه، هم به اون پولدارا مواد خوب و مرغوب میده و مثلا پولشو میگیره بدون تخفیف، به اون مستضعف هم همونطور. میگه ببین ظلم میکنه چون بالاخره داره مردم رو به فحشا میکشونه، ولی با این که مردم رو به فحشا میکشونه از این جهت خیلی خوبه، چون دیگه بین غنی و فقیر فرقی نمیذاره. ببینید این کلمه ها حق بازی مغالط است، نیست که کلمه یه تساوی توش نهفته است، شرط کرد دیگه، گفت ظلم به سویه. بعد به خاطر اون کلمه سویش که میگه ظلم به صورت مساوی، کلمه عدل رو به کار میبره و ما رو به غلط میندازه، وگرنه ظلم هیچ وقت عدل نمیشه، هیچ نوع ظلمی هیچ وقت عدل نمیشه. حالا چه ما تبلیغات بکنیم چه تبلیغات نکنیم، چه مثلا پیروان زیادی داشته باشه، بعضی وقتا امکان داره یک مکتبی ظالمه ولی خب پیرو زیاد داره، حالا باش چون پیروان زیادی داره یه نظریه غلطه. مثلا فرض کنین ملی‌گرایی، این قطعا ظلمه، ولی ما ملی‌گرایی رو در کشورهای دیگه میفهمیم، میفهمیم اونا باطلن، به خودمون میرسه نمیفهمیم، منافع خودمون رو میفهمیم، به خاطر همین ملی‌گرایی رو تو کشور خودمون بد نمیدونیم. فرض کنید چینی ها 1 میلیاردن، میگن ما بهترین مردم دنیایی، چینیم دیگه، چینی ها اصلا خوشگلترن، اصلا مثلا چنین ترن. خب این حرف برای چینی ها خیلی هم گواراست، ولی حالا هندی ها چی؟ هندی ها میگن خب ما مثلا ما هم همینطوری، هر کی هندیه یعنی آخرشه دیگه، چرا ما مثلا ما هم 1 میلیاردیم؟ خب باشه، به کثرتش که نیست، حرف غلطه. حالا اگرچه پیروان زیادی داشته باشه، حالا امکان داره ما 1000 نفریم، ولی 1000 نفر هستیم آدمای این محلیم، میگیم ما بهترینیم، چه فرقی میکنه چه جمعیت کثیر باشه چه جمعیت قلیل باشه، حق بودن به کثرت جمعیت نیست، چون ما رأی آوردیم، مثلا چند میلیون ما نظریمون رأی آورده ولی اون گروه رأیشون کمه، بگیم نه چون شما تعدادتون کمه پس باطلید، ما چون تعدادمون زیاده پس ما حقیم. ملاک حق باطل که نمیشه، باید برای حق باطل برهان آورد، چه در حکمت نظری چه در حکمت عملی، چه اخلاق باشه چه تدبیر منزل یا امور تربیتی باشه چه سیاست باشه. اگر بنابراین دولت مثلا میگه این کار من درسته، بعد براش برهان اقامه کنه، اگر مخالفینش میگن این کار غلطه، اونا هم بعد برهان اقامه کنن. پس
هر دو گروه برای خودشون بعد اقامه برهان کنن تا معلوم بشه آقا این داره درست میگه یا اون درست میگه. پس در همه امور حق و باطل داریم. اینی که بعضیا میگن حق و باطل نسبیه، اخلاق نسبیه، این بنیادن غلطه، چون هر امر نسبی فقط اونجایی میتونه صحیح باشه که یه امر مطلقی وجود داشته باشه تا ما بتونیم بگیم به نسبه چجوری درست میشه. ولی اگر یه نسبی داریم که هیچ وقت به مطلق بر نمیگرده، پس معلومه این رو حواس و همه چیش دروغه، این مغالطه است. اگر بنا بر فرض یه جایی نسبیت درست از آب در اومد، بگیم بله نسبیت چیه؟ فرض ما اینه که در ورودی مسجد درسته، حقه، بعدن اونایی که به در نزدیکترن به حق نزدیکترن، ولی اول باید یه معیار محضی مطلقی داشته باشیم و اون چیه؟ اونه که ما گفتیم این در حقه، بنابراین هر کی دورتر میشینه نزدیکتر میشینه با اون سنجیده میشه. مثل روز قیامت، روز قیامت خداوند اولیا انبیا رو حق قرار داده، اونا معیار هستن. داریم که مثلا امیرالمومنین میزان روز قیامته، یعنی عمل ایشون نشون دهنده صراط مستقیمه، افراد کردنش، تفرید کردنش، جلوتر و عقبتر اومدن، میگیم اینا باطله. پس اینجا اول قبول کردیم یک معیار حقی داریم، یا میگیم قرآن حقه، روایت رو میایم با قرآن میسنجیم، قرآن قطعا حقه. حالا روایت معلوم نیست اصلا معصوم گفته معصوم نگفته، اگر معصوم گفته با توجه به چه قرائنی داشته به اون آقا میگفته، خیلی از اینا برای ما روشن نیست. اگر میخوایم حقیقتش رو بفهمیم باید به قرآن برگردونیم، اگر داره با قرآن مطابقت میکنه درسته، اگر معارضه میکنه باطله. اگرم میگیم نسبی درسته، بعد نسبیش دقیقا معلوم بشه که کدوم وجهش با قرآن معارضه نداره، اون وجهش رو بگیریم تا بگیم آقا این مطلب صحیح عذاب در میاد. پس اینجا در امور نظری وقتی برای ما روشن شد حقیقت یکیه، حالا میام تو نفسمون اینو بررسی میکنیم. آدم ها متفاوتن، نفوس خیلی متفاوته. از یه بچه که متولد میشه کودکستانی هست تا اونی که 90 سال 100 سالش میشه، آدم ها با گروه های مختلف، سن و سال ها، اخلاق ها، تربیت ها متفاوت هستن. هر طبقه به حسب مورد خودش پدر سوختگی و تقلب داره و هوای نفس داره. یه آقایی ما رفته بودیم یه مجلس برای این امور خواستگاری و عقد و این چیزا بود، بعد ما رو هم دعوت کرده بودن. اون پدر عروس خانم، ما یادم خیلی متدینی بود، از شغلش پرسیدیم، گفت من مغنی هستم، چا میکنم؟ من گفتم خیلی شغل شما خوب شغلیه. گفت چطور؟ گفتم تو شغل شما تقلب نیست، شما یه شغلی دارین. چون خود من از جایی که خیلی مثل قبر میمونه، تنگ و تاریکه، خودم خیلی بدم میاد مثلا توی یه تونل تنگ مثل قنات آدم بره، من رفتم خیلی بهم سخت میگذره، از اینجور جایی که مثلا آدم گیر میفته، خیلی تنگ و تاریک و با زحمت مثلا تو این تونل آدم میره. گفتم شغلتون خیلی شغل سختیه، بعدم شغل شما نمیتونه کسی تقلب کنه، چون وقتی کار به این سختی رو انجام میدید، بالاخره وقتی رفتید تو چا نمیتونه اونجا بیکار بگردی، که شما چیکار میکنی؟ خاک میفرستی بالا. بنابراین به مقداری که اونجا داری زحمت میکشی، اونی که بالای چا صاحب کار شماست، خب میبینه دیگه، میبینه شما چیکار کردید. خب شما پس نمیتونی تقلب کنی، چون هر چقدر زحمت بکشی اونجا دیده میشه، تنبلی بکنی دیده نمیشه. گفت نه آج آقا، از اتفاق مال ما خیلی تقلبش خوبه، آسونم هست. گفتیم مگه میشه؟ شما که بالاخره خاکو میفرستی. گفت آخه ما خاکو میفرستیم بالا، ولی اون طرف جرأت نمیکنه بیاد ببینه ما چیکار کردیم. گفتم خب نه یاد، بالاخره خاکو کندی دیگه، چا میخواستی بکنی چا رو کندی. گفت نه، ما وظیفمون اینه وقتی میریم چا میکنیم، اون تای چا باید یه اتاق مکعب در بیاریم، این وظیفه ماست.
بعد مکعب در آوردن خیلی سخته، چون بعد از سقف بکنی بعد این خاک میزه تو سر کله آدم، و خیلی این مکعب در آوردن سخته در کار ما. ولی اینطوری که مخروط بزنی میتونی اینو به صورت مخروط هم در بیاری. اون طرف هم که چورگوزه اینو نداره بلنشه بیا دمت پایین تر ببینه تو چی کار کردی. به همین خاطر تو کار ما خیلی تقلبه. ما میریم اونجا قرارداد میبندیم که مکعب در بیاریم، ولی میریم مخروط در میاریم. هی از این زیر از اون دایره قاعده خاکو، بعدم طرف خوشحالم میشه میبینه چقدر ما خاک، بعدم این چاه چون مخروطیه ریزش میکنه و به دردم نمیخوره، حتما بعد مکعب باشه تا به درد بخوره. پس ما تو کار ما تقلبه. البته هر کسی فوت و فن کار خودشو بلده چجوری تقلب میکنه. مثلا طلبه به فوت و فن خودش بلده، دانشجو به فوت و فن دانشگاه بلده، چون تفاوت داره دیگه. اونجا یک نوع نظام آموزشی داره، اینجا یک نوع نظام آموزشی دیگه داره. استادا هم فرق میکنن. استاد اونجا یه جوری میتونه حق بازی کنه، استاد اینجا یه جور دیگه حق بازی میکنه. امام جماعت یه جور حق بازی میکنه، اون آقای مثلا تاجر بازار یه جور دیگه. هر کسی به حسب موقعیت خودش هوای نفس داره و میفهمه که کدوم کار حق و درست مرضی خداست، کدوم کار خیانته و نباید انجام بده. حالا فرض کنید برای یک شخصی که از نظر موقعیت علمی در یک تراز بالای علمی واقع شده، هوای نفسش این نیستش که بره شراب بخوره. نه سن و سالش اجازه میده، نه موقعیتش. این که هوای نفسش این نیست. هوای نفس این آقا اینه که مسجد من چند نفر پشت سر ما نماز میخونن، فلان مسجد پشت سر رقیب ما که مثلا با هم کلاسی بودیم هم حجره بودیم چند نفر پشت سر اون نماز میخونن. میگن یکی از علمای بزرگ نماز میخوند، مثلا نماز ظهر، دیدید که بعضی از این آقایون مأمومین دیر میان، یا الله میگن تا امام جماعت کمی اون رکوع رو طولانی تر بگه تا این بتونه اقتدا بکنه. این یهو متوجه شد، این چون نگاه نمی‌کرد صفای پشت سرش چند تاست، دید از یه فاصله خیلی دوری یا آقای داره میگه یا الله، بعد الله اکبر گفت و اقتدا کرد. صدای این که از خیلی دور میومد، این متوجه شد صفای پشت سرش، دیدید مثل نماز جمعه یا بعضی نمازهای تعداد اون صفها خیلی زیاده. خب فهمید این جمعیت پشت سرش یک جمعیت خیلی خیلی خوشش اومد. نمازش که تموم شد به ملت خداحافظی کرد، گفت من دیگه صلاحیت امام جماعتی ندارم، بلاش رفت، گفت یکی دیگه بیاد امام جماعت بشه. بله برای همچین کسی که امام جماعته، یکی از علمای بزرگه، خب صف نماز جماعتش خیلی جمعیت میاد. این هوای نفسش اینه که خوشحال بشه به این که من چقدر مثلا مورد توجه مردم هستم. این هوای نفس اینه. هوای نفسش این نیستش که مثلا بری گناه، خب گناه کبیره که نمیره بکنه، گناه صغیره هم نمیکنه، خب مرد عادلیه دیگه. عادل بودن امام جمعه غیر از عادل بودن امام جماعته. اون عادل حقیقیه، این عادل ظاهریه. اون فرق میکنه، مثل قاضی میمونه. قاضی هم عدالتش حقیقیه، ظاهری که نیست. پس شأنشون با هم فرق داره. ولی این آقا باید نگاه کنه که مثلا حالا که یه پستی بهش دادن، بعضی در کشور ما پستا جنبه رأی داره، به واسطه یه رأی به دست ما میرسه. حالا من میام پشت تریبون وظیفه دارم مردم رو هدایت کنم، بیام یه جوری حرف بزنم، عبارت ها رو طوری دو پهلو بگم که همون آدم بی همه چیزه مفسد فل ارض خوشش بیاد به من رأی بده، همون آدمی که حزب الله دو آتش است و بینا بینش. بعضی وقتا این آقایون یه جورایی حرف میزنن، دیدید این سخنران ها
میخواد بره نماینده مجلس بشه، عبارت پردازی رو طوری میکنه، اینم هوای نفس این آقاست، چون براش چی مهمه؟ رأی ملت تا بتونه یه پستی رو تصاحب کنه، هدفش رضای خدا نیست، اینم هوای نفس اینه. یا یه کسی به حسب شغلش باید شهرت داشته باشه، شهرت رو میپسنده، برای شهرت تلاش میکنه، این هوای نفسش اینه. خدا رحمت کنه، استاد ما از آیت الله رشاد نقل میکرد، میفرمود این آقای آیت الله رشاد خیلی مرد مقدس و زاهدی بود، خیلی شدید. بعد از ایشون نقل میکرد، میگو من دو چیز رو از خدا خواستم، همیشه دعا میکنم خدا دو تا چیز رو، یکی این که خداوند منو فقیر قرار بده، پولدار قرار نده، یکی این که من شهرت پیدا نکنم. این برای کی این حرفه؟ برای یک کسی که در حد مرجعیته، خب میدونه که به خاطر موقعیتی که داره. زمان رزمارا ایشون تعریف میکرد که برای حاج آقا اون رزمارا به پول اون زمان 30,000 تومان پول فرستاده بود. بعد ایشون قبول نمیکنه، میگه نه بریم پسش بدید. دو مرتبه ایشون پولو میفرسته، میگه این پولو برای خودتون لازم ندارید، چون ایشون خیلی آدم مستضعفی هم بود، میگه برای خودتون لازم ندارید، برای فقرهای محل خرج کنید. ایشون میگه برو به رزمارا بگو این فقرهای محل ما روزه میگیرن ولی پول شما رو لازم ندارن. هدف اون آقای رزمارا از این پول چیه؟ میخواد این آقا رو وابسته کنه دیگه. ولی این آقا که میفهمه که هوای نفس چقدر خطرناکه، عنوانش هم خوبه ها، بعضی این آدم های پدر سوخته برای اینکه برای انسان نفوذ پیدا کنن وچه شرعی هم قرار میدن، میگه نه اصلا من نظر شخص شما کردم. میگن رضا شاه یه پول انگفتی رو فرستاد برای مدرس، مدرس قبول نکرد، برگردوند، دو مرتبه فرستاد و اینا. آخر سر مدرس گفت برو به اون اربابت بگو من این پولو که اگر قبول بکنم یه تا یه قرون آخرشو علیه تو کار میکنم، اگر راضیه که این پولو من در ضدیت تو خرج کنم من قبول میکنم. بر پولو باز دوباره برگردون دیگه، اونم دیگه دید این آقا این بالاخره درست بشو نیست. برای یک شخصیت مهم بعضی وقتا امکان داره تحت عنوان هدیه، تحت عنوان خمس، بعضی وقتا میبینی اصلا طرف مرید نداره، مقلد نداره، ولی خمسای عجیب غریب، میگه نه 100 نفر این آقا را قبول دارن ولی 100 نفر همه میلیارد دارن. بعد هم معلوم شد از سیای آمریکا برای ما پول میفرستن، اینکه چطوری اینقدر پول برای این آقا میاد، اینقدر مقلد نه، یا آقای 100 برابر این مقلد داره اینقدر پول براش نمیاد. بعضی وقتا میبینید یک برنامه بود سیاسی تلویزیون پخش میکرد اول انقلاب، بعد تو اون برنامه آمریکایی‌ها داشتن تعریف میکردن که در کشور فرانسه چجوری جاسوسی میکردن، اون آقایی که جاسوس بود داشت توضیح میداد. بعد میگفت در فرانسه یه روزنامه بود، این وابسته، این مال کمونیستا بود، بعد وابسته بود به اتحاد شوروی. ما هم میدونستیم که اتحاد شوروی جاسوساش به این یه پولی میدن، این چند نفر کمونیستا این روزنامه رو چاپ میکنن، اینم میدونستیم. ولی این روزنامه توی این کشور فرانسه خریدارم نداشت، خب بعد ورشکست میشدن. میگو ما در سیایی یه پولی رو تصفیه کردیم، یه بودجه رو میرفتیم روزنامه اینا رو میخریدیم که اینا باقی بمونن تا ما بتونیم نظریه اتحاد شوروی رو در مسائل بفهمیم. یعنی آمریکایی‌ها پول خرج میکردن برای اینکه اون سیاست‌های اتحاد شوروی رو دقیقاً نمیتونستن نفوذ کنن تو اونجا، اومده بودن به یه روزنامه دست نشانده میرفتن روزنامه رو میخریدن به عنوانی که این طرفدار داره. خب خیلی وقتا امکان داره یه آقایی عنوان خوبی هم داره، خیلی هم مقدسه، ولی ما نمیتونیم بهش نفوذ کنیم. تحت عنوان این که من دارم خمس میدم خودم رو جا بزنم، بعد
بگم نه من مرید شما هم و کتابای شما رو چاپ میکنم و چه و فلان، فریب بدیم. ما در داستان مشروطه نسبت به بزرگان مشروطه اینا داریم تو تاریخ که چطوری سفارت انگلیس در این آقایون به واسطه نفوذ میکرده و شایعاتی رو نسبت به بزرگان دیگه پخش میکرده. خب ذهن این آقا مشوش میشه، بعد یه امکان داره تصمیم غلط بگیره. ببینید همونطوری که انگلیس یه خبیث شیطانیه در دنیا و کار میکنه، در نفس ما هم یه شیطان خبیثی هست، اونم در دنیا برای ما فعالیت میکنه. بنابراین انسان باید لایه‌های نفس خودش رو بررسی کنه. به معنی که دیدیم یه چیزی ظاهرا خوبه، شرعاً مشکلی نداره، نمیشه اینو گفت واقعا خوبه، چون معلوم نیست نیت ما درست باشه. بله ظاهرا خوبه، چون همیشه هر کاری رو میشه یه وجه شری براش درست کرد. چند تا آقا بودن، ما رفته بودیم جایی مهمونی، بعد این میزی که ما داشتیم افطاری میخوردیم، یه میز اونورتر ما هم که اون آقایی که ما رو دعوت کرده بود همکاره سطح بالایی هم داشت، اونا رو هم دعوت کرده بود. اونا موقع افطار داشتن با هم بحث میکردن، بعد یکیشون که روبروی ما واقع شده بود، ما هم تنها آخوند مجلس بودیم، وقتی داشتن بلند بلند با هم صحبت میکردن که چجوری با هم دیگه یه شرکتی بزنن و مثلا یه تجارت جدیدی کنار تجارت خصولتی خودشون احداث کنن، اون چشمش به چشم ما افتاد. به اون آقایی که پشتش به ما بود گفتش که این از مسئله نظر شرعی باید روشن بشه که این کاری که میخواییم بکنیم شرعاً درسته یا نه. این آقایی که خیلی ظاهر مثلا مذهبی هم داشت، پشتش البته به ما بود، ما رو نیده بود مثلا اونجا نشست، گفت آقا مهم نیست، من اونو درست میکنم، شما نگران نباشید. ما میریم یه آخوندگی میاریم، حلال بودنش ازش میگیریم. ببینید اینجا ما باید ببینیم در چه موقعیتی هستیم. حرام طلبه ها غیر از حرام مردم عادیه. امکان داره ما که طلبه هستیم سر یه مسئله خیلی ظریفی هوای نفسمون عمل کنیم، مثل اونجایی که ازمون میپرسن چرا غیبت کردی؟ درسمون رو میخوان حذف کنن، میگیم چی؟ میگیم من یک مشکل شخصی داشتم، شرعنم نمیتونم الان بگم چون مسئله خصوصیه بالاخره. یا مثلا استاد توریه هستیم دیگه، همه در این امور در طلبگی چیزایی که آدم یاد میگیره، یا میخواییم طرف رو بکوبیم. بعضی وقتا یه طلبه خیلی وجیه و خیلی درس خون خوبه، ولی ما باش بدیم، طاقت اینو نداریم، یه حسادتی تو ما پیدا میشه، بعد چی میگیم؟ یه جوری حرف میزنه آدم که من قصد غیبتشون ندارم، ولی اگر کسی این کارو میکنه مثلا چنینه چنانه، یه جوری عبارت پردازی میکنیم که مثلا اخلاصش رو یا عملش رو دیدید دیگه. موقعی که آدم بعضی وقتا یک شخصیتی رو دوستش داریم، حالا به دلیلی، حالا دلیلش یهو یه تعریف هایی میکنیم عجیب غریب. من شنیدم دیروز یه آقایی اومده بود تشبیه کرده بود یکی از این مسئولینو به داستان یوسف و بنیامین و نمیدونم ظرف جامد چیو، که بالاخره همه انبیا و ابدال حسود دارن از باب حسادت مثلا یه حرف هایی میزنن. می‌بینید خب آقا شما دوست داری کسی رو بگو مثلا یوسف ثانیه، اشکال نداره، ولی از قرآن تشبیه کردن در حالی که قوه قضاییه رسیدگی کرده پرونده رو و حکم قطعی داده، دیگه شما حق نداری یه همچین حرفایی بزنی. بگیم بنیامین بوده، خب بنیامینو کی اون ظرف جام رو قایم کرده بود؟ یعنی خود همین آقا ظرف جام رو برداشته بود اونجا گذاشته بود، این منظور بوده؟ یعنی هدف این بوده یه
حیله‌ای بوده که از طرف خود این مسئول اتفاق افتاده، چون در مورد بنیامین داستان این شکلیه دیگه. میام یه چیزایی میگیم اینا چاپلوسیه. شخصی که میاد منبر یه ختمی، هوای نفس برای منبری که برای ختم صحبت میکنه، چه اتفاقی میفته؟ اگر به خاطر اینکه از منبری، از اون صاحب ختم پول میگیره تا سخنرانی کنه، بیاد شروع کنه الکی بگه این پیر غلام امام حسین بوده، نمیدونم نماز شبش تجده میشده، ما یه جا رفته بودیم ختم از بستگان، از اتفاق اون منبری دید که ما آخوندیم، حالا نمیدونم کی بهش گفته بود یا ما رو دید، شروع کرد که آقا این متوفایی که حالا محل بحث بود، این بنده خدا خدمت رو عرض کنم پیر غلام امام حسین بوده و همیشه اهل مسجد بود و این بنده خدا تا اونجا که ما میدونستیم کاری به امام حسین نداشت و خدمت رو عرض کنم مسجدم شاید فقط برای ختم اومده بود، مثلا مسجد میومد وگرنه نمازشم به زور میخوند. خب تعریف علکی اینا، اگر ما منبری ختم هستیم به مناسبتی که چون مردم باید ارشاد بشن، از این فرصت برای ارشاد مردم، برای اینکه مردم دین الهی رو بفهمن، ما باید در این قسمت فعالیت کنیم، یعنی سخنرانی کنیم راجع به مثلا بحث معاد، سخنرانی کنیم در مورد بعضی از مشکلات مردم، نه برای اینکه چاپلوسی کنیم نسبت به کسی که صاحب ختمه و پول اونو بگیریم. این چون میخوایم از اون طرف پول بگیریم یا دفعه دیگه ما هم دو مرتبه دعوت کنن، بیام از این صاحب عزا تمجید کردن یا از اون مرده تمجید کردن به دروغ، حالا راسته که اشکال نداره، ولی نباید راست به معنای چاپلوسی در بیاد. آه خدا بیامرزتش از این جهت که آدم خوبی بود، از باب مثلا الگو گرفتن، سرمشق گرفتن از دیگران، حالا اشکال نداره، یا مثلا از باب این که حالا دعا میکنیم برای اون کسی که از دنیا رفته، اینا اشکال نداره، ولی تمجیدای بیجا خراب کردن این مقامیه که بهش داده شده، بهش این مقامو دادن بالای منبر بشینه که از دین خدا تعریف کنه. یا امام جمعه است، قراره مردم رو توصیه به تقوا کنه، مسائل مهم سیاسی رو که مردم متوجه نشدن یا ضعفی دارن در جریان امور نیستن، اونا رو تبیین کنه، نه بشینه قصه چی بگه که اصلا نه به درد دنیای مردم میخوره نه به درد آخرتشون، نه چی، یعنی طرف بیاد نماز جمعه نیاد هیچ اضافه بهش نشه، خب این که به درد نمیخوره. امام جمعه این شأنشه، بس اون وظیفه رو بعد انجام بده. کسی که معلمه، بالاخره قراره به ما علم یاد بده، بنابراین وقتی داره به ما علم یاد میده، در اونجا نباید کم فروشی کنه، نباید بیاد سخنرانی کنه. معلم که سخنران نیست، سخنران بلا منبر رشیدش میخواد میگه به مردمم پاسخگو نیست، معلم که سخنران نیست، معلم اون کسیه که بیاد سر کلاس برای اون آقایونی که متعلم هستن مطلب رو طوری شفاف بگه که بفهمن، نه اینکه یه کسی بیاد بعد من برم نوار ضبطش رو بگیرم با اینکه برم سر کلاس هیچ تفاوت نکرده باشه. خب این که دیگه معلم نیست، این سخنرانه، داره سخنرانی میکنه. معلم یه وظیفه ای داره، وظیفش اینه که اون علمی که در سینه‌شه برای متعلم واضح و شفاف کنه. بنابراین اگر ما رفتیم روی کرسی استادی نشستیم و بعد از اول تا آخر قصه تعریف کردیم، داستان تعریف کردیم، خب اون آقا نوار مطلب ما رو گوش میده، هیچ فایده‌ای نداره. مثل شما که الان اینجا میشینید، نمیشستیدم همین بود، چه تأثیری داشت؟ یعنی اول تا آخر بود و نبود ما تأثیر نداره، بعدا میگه من نوار آجاقا رو میگیرم گوش میدم. اونجای تعلیمه که کلاس درس باشه، کلاس درس دور از جون جمع یه جاییه که ملت سوال میکنن، میگه آقا اینی که گفتی دلیلت چی بود؟ اینش من نفهمیدم. البته اینجا بعد کلاس موقعی کسی اشتباه سوال میکنه،
ولی خب دیگه مثلا ما داریم میریم، اون موقع داره سوال میکنه. اینکه کلاس اینه، بنابراین وظیفه من به عنوان معلم اینجا معلوم میشه، خطیب یه وظیفه دیگه داره. پس هر آدمی به شغل خودش باید نگاه کنه، در لایه لایه باطن خودش توجه کنه. اینکه فرمودن حاسب و قبلا تو حاسب، و چون روز قیامت بدن یقه ما رو میگیرن، میپرسن از این لایه ها، نه اینکه مثلا ما میگیم بله ظاهرا به وظیفمون عمل کردیم، اونجوری نمیپرسن ظاهرا به وظیفت عمل کردی، میپرسن خب این عملی که کردی نیت چی بوده، درست بوده نبوده. چون هوای نفس یه چیز خیلی واضح و شفاف نیست، خیلی وقتا هوای نفس پوشیده است. اگر بهش توجه نشه، چون شیطان هوای نفس رو تزیین میکنه. حالا یه کسی مثلا غربی، تفکرات غربی داره، باز اون ظواهر اون جامعه براش رونق میده، اون معارفش و اون حرفاشو به شکل غربی ها توجیه میکنه. بالاخره در غرب یه معارفی هست، چون این میخواد یه فساد اخلاقی رو انجام بده، اون که قبول نمیکنه، چون بالاخره اونجا یه تربیتی شده، به اون تربیتی که مثلا مسیحیت کرده یا مثلا دین یهود کرده، یا اصلا از باب این که یک محیط اجتماعی هستن بیدین هم هستن، ولی بالاخره یه اوغلایی حرفایی رو قبول دارن، بالاخره یه تربیتی شدن، اون هنجارهای اجتماعی رو رعایت میکنه. بعد به خاطر اینکه این بتونه اون هنجارها رو بشکنه، باید توجیه کنه تا بتونه یه فسادی رو انجام بده. پس برای اونا هم شیطان دستش بازه، اینطور نیستش که شیطان اونا رو کار نداشته باشه. شیطان فقط به مسلمان هایی که کار نداره، به بیدین هم کار داره. البته در بیدین ها خیلی قوی عمل میکنه، در شیطان پرستا در نهایت اوج قدرت عمل میکنه، در مسلمان ها ضعیفتر عمل میکنه، توی آدم های مؤمن و با تقوا خیلی ضعیفتر. در مورد پیغمبرها فقط در حد یک مثلا بیاد حالا طرح مسئله بکنه، خودش هم میدونه اثر نداره البته، ولی از اونجایی که بالاخره این مرض در ذاتش هست، بالاخره فعالیتش رو میکنه، میگه بالاخره ما وظیفمون رو انجام میدیم، میاد یک فعالیتی میکنه، میدونم اثر نداره ولی فعالیت میکنه. پس ما وقتی که شدیم یه آدم متدین، نباید فکر کنیم که ما هوای نفس نداریم، چون هوای نفس برای گروه های مختلف، حتی آدم های دیندار بازم مطرحه. بله ما به واجب عمل میکنیم، به مستحبات عمل میکنیم، مکروهات رو کنار میزنیم، حرام ها رو که هیچ وقت بهش نزدیک نمیشیم. خب اینا خیلی عالیه، ولی معناش موفقیت در عالم نیست. چرا موفق نیستیم؟ این خودمون رو میتونیم اینجا محک بزنیم که ما به هوای نفس عمل میکنیم یا نه. اونجایی که میایم سر ثمره، وقتی که به ثمره نگاه میکنیم، میبینیم آقا ما این همه کشتیم ولی درو نمیکنیم، یه اشکالی هست دیگه. اگر واقعا من درست به وظایف دینیم عمل میکنم، نتیجه بعد بده. بالاخره میگی آقا یه زمین خوبی بوده، ما خوب شخم زدیم، خوب بذر پاشی کردیم، خوب نمیدونم کودش رو دادیم، آبیاری به موقع انجام دادیم، به موقع هرس کردیم، همه اون کارهایی که کشاورزا گفتن ما انجام دادیم، تحت نظر یک دانشمند کشاورز ما اومدیم کشاورزی کردیم. خب ضرورتا علت تامه باید معلول خودش رو بده. کوین سمر، مگه نفرمودن ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا؟ خب بفرمایید، اگر شما تقوا دارید، یکی از ثمرات تقوا فرقانه، بسم الله. یکی از ثمرات تقوا این که لا یحتسب، به آدم روزی میرسه. روزی فقط مادی نیست، مثلا من از یه جایی تو حساب ما یه پولی بریزم ما خوشحال بشیم، مثلا قصد حمایتی گرفتیم از دولت ذوق کنیم. حمایت اینه که یه دونم از معنویت به حساب ما بریزن. ببینیم توی حساب معنوی ما الحمدلله
مشمول دستای حمایتی نمیشیم، هیچی نمیاد. خب یه دردی داریم دیگه. پس معلوم میشه اگر ما نسبت خودمون حسن زن داریم، یکی از بدبختی ما اینه که نسبت به خودمون حسن، بعد به ملت حسن زن داشته باشیم، به خودمون حسن زن داریم، بلکه بعضی وقتا قطع داریم که خوب آدمی هستیم. یعنی اصلا بعضی وقتا آدم به این میرسه که اصلا بهتر از منم مگه هست؟ اصلا یه کسی خوشگله نسبتا، بعد اینقدر مادرش قربون صدش میره که تو چقدر خوشگلی، یا باشه باش باورش میشه، میگه بینیم از من خوشگلترم پیدا میشه. ما بعضی وقتا اینقدر از خودمون تعریف کردیم یا دیگران علکی از ما تعریف میکنن. دیدید مثلا توی یه فامیلا یه مش مثلا بچه های بدن، یکی نسبت به اونا خوبه، بعد ازش تمجید میکنن، میگن آج آقا عجب پسر، پسر مقدسیه، چون یقش و قشم میبنده و حرفای رکیک هم نمیزنه و دستش هم میخونه، مثلا طبق این معیارها مثلا خوب پسریه، خیلی تمجید میکنن. حالا اونا تمجید میکنن، خودمون چرا باور میکنیم؟ اگر واقعا ما خوب باشیم، یعنی اون تقوایی که خداوند منظور نظر داره، نه تقوایی که ما رفتیم تو رساله گفتیم آقا عادل یعنی اون کسی که واجباتشو انجام میده، ترک محرمات میکنه، اصرار بر صغائر نداره، این که نیست، اون که میشه عادل ظاهری. تقوا که نتیجه عادل ظاهری نیست. اگر اینجوری بود هر کسی که عادل ظاهری بود خب باید بهش فرقان میدادن، باید روزی بی حساب خدا بهش میداد، باید معارف دینی برش روشن میشد. خب اگر میبینیم این نتیجه ضروری برای ما حاصل نشده، چون قرآن که قطعا داره یک واقعیتی رو به ما میگه، پس این واقعیتی که میگه فرقان اعطا میکنه، این دروغ نیست، این که دروغ نیست. وقتی داره این رو به ما میگه حتما اون طرفش باید بیاد دیگه. اگر تقوای الهی هست حتما باید فرقان الهی باشه. پس چرا ما درست تشخیص نمیدیم؟ من که مدعی تقوام، حاج آقام که مدعی تقواست، اون حاج آقام که مدعی تقواست، هممون که مدعی تقواییم، هممون هم که فرقان داریم الحمدلله، متناقضن اصلا همدیگر رو نفی میکنیم تا حد گفت چی میگه لالیگا، در حد اعلا همدیگر رو نفی میکنیم. یعنی اصلا میگیم 100% حرف شما، اصلا تو نفهمیدی داستان چیه. میگه نمیگیم وقتی با دیگران میخواییم بحث کنیم اینو نمیگیم، میگیم اصلا اون حاج آقایی که پرد، اصلا نمیفهم راجع به چی صحبت میکنه. یعنی من میفهمم ولی اون اصلا نمیفهمه، اصلا اون که آقای فلانی، آقای فلانی که مرخصه، حالا چون عقیدش با ما مخالفه دیگه هرچی درنمون هم میاد الحمدلله میگیم دیگه. خب این معلومه چیه؟ معلومه که اون تقوای نیست، به اون آقا مراجعه میکنیم اینو نفع میکنه، به این آقا مراجعه میکنیم اون یکی رو نفع میکنه. خب بالاخره یکی صاحب فرقانه که دوتا مون که صاحب فرقان نیستیم، این فرقانه کجاست؟ بالاخره یا یکیمون حقیم یا هر دوتا باطل، چون هر دوتا باطل اشکال نداره، چون اونم حرف بی خود میزنه ما هم حرف بی خود میزنیم. ما میگیم مثلا آقای کذا نمیدونم اسلحه و از این دیگه بهتر نداریم، اون آقای دیگه هم یه آقای دیگر میگه، از اتفاق هر دوتا اونم اشتباه میکنیم، بعد هم معلوم میشه که هم اون آنچنان که ما تعریف میکردیم نبوده، همون یکی. مثلا این اتفاقاتی که در سطح سیاسی میفته از این اتفاقات چیز عجیبی نیست. اینجا باید انسان خیلی ملاحظه کنه، خیلی ملاحظه کنه. اگر بدونیم میزان هوای نفس بی نهایته و هر لحظه ای انسان مواجه با این هوای نفس هست و هوای نفس هم پوشیده است، این مجموعه رو اگر دقت کرده باشیم، بعداً در موقعی که داریم در مورد خودمون رسیدگی میکنیم، حاسبو داریم محاسبه میکنیم خودمون رو، در مقام محاسبه دقت میکنیم که بی خودی به خودمون نمره مثبت ندیم. یعنی بجز این که ظاهر عمل کاملا باید با رساله و فتوا مطابقت داشته باشه،
باطن عمل هم باید خالصانه و مقبول درگاه حق باشه تا نتیجه بخش باشه. صرف ظاهر عمل کفایت نمی‌کنه. بحث دومی که حضرت امام مطرح کردن در باب طول عمله. یعنی یکی از مشکلات ما آرزوه. آرزو البته اینطور نیستش که شما فکر کنید چون جوان هستید اینطورید. معمولا جوانا وقتی بیکار میشن میگن دارم فکر میکنم. بعد که میبینیم فکر چی میکنه، میبینیم فکر نمیکنه، در عالم خیالات میره آرزوهاشو بررسی میکنه. اولا فکر میکرد اگه یکی سه پول داشته باشه کفایت میکنه، یه مقدار که در آرزوها غرق میشه متوجه میشه با یکی سه پول این مشکلات حل نمیشه. با این گرونی که هست میبینه چند تا کیسه پول لازم داره، همطور کیسه پولا زیاد میشه. آدم سنش هم بالا میاد اینطوره. فکر نکنید مثلا آدم چون پیر میشه یعنی میزان آرزوهاش کم میشه، نه، آرزوهاش هم یواش یواش افزایش پیدا میکنه. اولین بنیاد این که انسان در راه سیر و سلوک قدم برداره، بعضیا فرمودن توبه است، بعضیا فرمودن نه، یقظه است. یقظه یعنی چی؟ یقظه یعنی بیداری. اولین قدم برای اینکه انسان بتونه توبه کنه، چون خود توبه جز مقاماته، توبه یه چیز آسانی نیست. بعضیا فکر میکنن توبه کردن خیلی آسونه، بعد که وارد توبه میشیم میبینیم توبه از اتفاق فرمودن از گناه نکردن سخت‌تره. حالا ما فکر میکنیم گناه نکنیم خیلی سخته، گناه نکردن خیلی کار مشکلیه. بالاخره آدم گناه یه شیرینی داره که هیچی اون شیرینی رو نداره. اصلا با آدم بگن این مال دزدیه یه جاذبه ای داره. بدون آدم یه کاری حرامه یا از حرام به دست میاد یه نشاطی به آدم دست میده. یه دست خود آدم نیست، یه لذتی در گناه هست که در کار خیر نیست. همیشه کار خیر همراه با تلخی و هر حرف حقی رو که آدم میشنوه، خب البته به بنده انتقاد کنن ناراحت میشن، خوشحال که نمیشن. نمیگم دستت درد نکنه مثلا، مگه اینکه یه جایی رفتیم مجبوریم تظاهر کنیم. مثل بعضی مسئولی میرن یه جایی، میبینن این دانشجوها میرن پشت تریبون، خون خونشون رو میخوره که این داره انتقاد میکنه، ولی خب اونجا صحنه طوریه که مجبوریم مثلا با بزرگواری تحمل کنیم، بگیم مثلا دستون درد نکنه داریم به ما فحش میدیم مثلا انتقاد میکنه، ولی تو دلمون که اینجور نیست. اینجا وقتی انسان داره مواجه میشه با توبه، توبه کردن از گناه نکردن خیلی سخت داره. گناه نکردن خودش خیلی سخته، اما توبه از اون سخت داره. پس توبه یکی از مقامات قرب الهیه، خیلی مقام بزرگه. مقدمش رو گفتن یقظه است، یعنی بیداری. بیداری چه وقت حاصل میشه؟ بیداری اونجاست که ما بتونیم در مقام نظری مطالب رو درست بفهمیم، یاد بگیریم و قلب خودمون رو نسبت به اون بیدار کنیم. چون خیلی وقتا ما حرفا رو میشنویم ولی قلب انسان متأثر نمیشه از اون حرفایی که میشنوه. مثل این که به ما نصیحت میکنن، میگه من نصیحت دوست ندارم. انتقاد میگن، این انتقاد دوست نداریم. دارو تلخه دیگه، دارو که شیرین نیست، درمان شیرینه، بهبودی شیرینه. وقتی انسان درمان شد از لذت بهبودی یواش یواش استفاده میکنه تا اینکه کاملا شفا پیدا کنه. شفا البته خوبه، اون وقتی انسان از این گرفتاری‌ها در اومد و گذشته خودش رو دید اون موقع لذت میبره. یعنی وقتی انسان تونست خودش رو در یک عیبی درمان کنه، البته اون موقع که سلامتی رو انسان پیدا میکنه، قلب سالم پیدا میکنه، البته لذت‌های معنوی رو میچشه. وگرنه لذت معنوی رو نمیچشه هیچ وقت. همیشه لذت‌های مادی و گناه رو میچشه و هیچ وقت نمیفهمه که اولیاء الهی چه لذتی میبرن، چون اصلا اون تجربه نشده براش، تا حالا این تعالی برش اتفاق نیفتاده. مثل یه کور مادرزادی که نمیفهمه معنی لذت بینایی یعنی چی، و بعد یه بار بینا بشه تا بفهمه. تا این براش حادث نشه اون لذت هم براش اتفاق نیفتاده. اینجا
ما دو تا مرحله داریم. یک مرحله اینجاست که ما زحمت بکشیم، مجاهدت کنیم از مقام علمی، نه اینطور علکی درس خوندن ها. بعضی ها علکی درس میخونن، عناوین رو دوست دارن، اینو دوست دارن که بهشون مثلا بگن آقای دکتر، آقای مهندس، نمیدونم حجت الاسلام، از این القاب خوششون میاد. اون مدرکه خیلی براشون گواراست، یعنی یه وجهه اجتماعی اون مدرک این کارو میکنه دیگه، یه وجهه اجتماعی برای ما میاره. ما چون تو مردم سربلند میشیم، آبرومند میشیم، خوشحال میشیم، چرا لباسای شیک میپوشیم؟ چرا طلا و جواهر به خودمون وصل میکنیم؟ چرا مثلا ماشین گرون قیمت میخریم؟ برای اینکه لذت میبریم از اینکه ما تو چشم مردمیم و مردم مثلا برای ما یه احترام قائلن. اینجا اون چیزی که واقعیه علمه، اون علمه باید حاصل بشه. اگر برای ما معرفت حاصل نشه، اون قدم های ابتدایی رو در معرفت بر نداریم، این شرط لازم رو نداشته باشیم، نمیتونیم در مقام قلب به مرتبه یقظه و بیداری برسیم. به همین خاطر یه موقع میبینید از نظر ظاهری خیلی علامه دهریم، ولی از نظر حقیقی هیچ، یعنی اصلا قلبش خوابه. بعضی وقتا قلب مریضه، بعضی وقتا هم قلب مرده. بنابراین همونطوری که برای جسم به طبیب مراجعه میکنیم، خب البته طبیب اگر مرده باشه که دیگه هیچ کاری از طبیب، مگر اولیای خدا عیسی دمی بیاد تا این زنده بشه، اون که معجزه میخواد که اتفاق نمیفته، مگر شاز نادره این اتفاق که یه مرده زنده بشه. پس اونی که مرده و ختم الله شده که دیگه هیچ، جهل مرکب اونجوریه. در مورد اینا من توضیح نمیدم، اما در مورد کسی که مریضه، یه مریض میتونه خودش رو درمان کنه، میتونه بره یاد بگیره آروم آروم موارد درمانی رو. اگرم خواب باشه، به این که یک کسی از اولیای خدا یا حتی یه مؤمن معمولی یا حتی کسی که دشمن خداست، یه موقع آدم بی ادب میتونه موجب عبرت ما بشه، موجب بیداری ما بشه، یا وقتی بلاها رو در دیگران میبینیم موجب عبرت ما بشه. اینا اشکال نداره، ما رو از خواب بیدار کنه. بنابراین اولین مرتبه برای اونهایی که از خواب غفلت بیدار میشن اینی که بتونن این تعالیم دینی رو خوب و عمیق بفهمن. اگر بتونیم این شرط لازم رو طی کنیم، مرتبه بعدیش که چطور انسان به قلب خودش اینها رو وارد کنه که این حالتش که بیداری برای انسان حاصل بشه. و السلام علیکم.